برخی گروه های شیعه در پارلمان عراق با فراخواندن نخست وزیر به پارلمان میکوشند از انحلال هشت شعبی جلوگیری کنند. به رغم فرمان 10 ماده‌ای عادل عبدالمهدی برای پایان دادن فعالیت هشت شعبی، هنوز برخی گروه های هشت شعبی فعالیت میکنند و دولت نتوانسته اقدامی انجام دهد. برای بررسی بیشتر، علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق همراه ماست. علی، جزئیات بیشتر فراخواندن در واقع عادل عبدالمهدی به پارلمان چه هستش و اساسا چرا نخست وزیر نتونسته فرمان پایان فعالیت هشت شعبی رو اجرا کنه؟ افشار، در واقع پس از 3 حمله منتسب به اسرائیل به پایگاه های مشترک هشت شعبی و سپاه پاسداران در عراق تنش بالا گرفته، فشار بر عادل عبدالمهدی بیشتر شده و این در رسانه های عربی و عراقی بازتاب گسترده ای پیدا کرده. روزنامه العرب امروز نوشته که دولت عادل عبدالمهدی برای کم کردن فشارها و حمایت غیر مستقیم از هشت شعبی و جمهوری اسلامی پرواز هواپیماهای جنگی با سرنشین و بدون سرنشین بر فراز عراق رو ممنوع اعلام کرد. میدل ایست آنلاین نوشته هشت شعبی آمریکا رو متهم کرده که پایگاه نظامی و انبار تسلیحاتی جنوب بغداد رو شناسایی و هدف قرار داده، که در واقع پایگاهی بود مشترک بین هشت شعبی با سپاه پاسداران. میدل ایست آنلاین گفته که جمهوری اسلامی، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در پارلمان فشار رو بر دولت عراق در این زمینه افزایش دادن تا مانع تکرار حمله هوایی اسرائیل به پایگاه های هشت شعبی بشه. شرق الاوسط هم نوشته تصمیم ممنوعیت پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز عراق در حمایت از هشت شعبی جمهوری اسلامی ایرانه. بحث هشت شعبی در رسانه های عراقی در حالی بالا گرفته که 16 روز پیش بود هشت شعبی کلیه فعالیتاش طبق فرمان 10 ماده‌ای عادل عبدالمهدی که اول ژوئیه صادر شد به پایان میرسید، ولی نه تنها به پایان نرسیده بلکه دفاتر هشت شعبی مخصوصا در بغداد و بخشهایی در شمال عراق هنوز به قوت خودشون باقی هستند، فعالیت میکنن. و جدا از این، گروه های وابسته به هشت شعبی در پارلمان برای نشست پیش رو عادل عبدالمهدی رو فراخواندن، ازش سوال دارن و حتی خواهان جایگزین کردن ارتش با هشت شعبی هستن. یعنی دقیقاً فرمانی برعکس آنچه که نخست وزیر صادر کرده. حالا این مسئله تنش بین دولت و هشت شعبی رو بالا برده. این دعواها قرار هست در پارلمان بررسی بشه. ممنون. گزارش علی جوانمردی مستقیم از اربیل عراق.